نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن، حسبنا کتاب الله به منظور جلوگیری از جمع شدن نبوت و خلافت در بنی هاشم بود و این همون حسد دیرینه قریش نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، چون اونها نمیخواستن نبوت و سقایت و کلیدداری کعبه در بنی هاشم جمع بشه. در واقع عمر ابن الخطاب به تبعیت از کفار قریش مانع جمع شدن نبوت و خلافت در بنی هاشم بود، در حالی که تمام امور به دست خداست و باید تسلیم امر خدا بود، چیزی که عمر هیچگاه اون رو درک نکرد. اینجا لازم خدمت شما عزیزان عرض کنم عمر ابن الخطاب با اصل دین مبارزه های عجیب داشته است، مثل قبول نکردن توحید، قبول نکردن نبوت و عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مطالب دیگری که در این مقال نمی گنجه، لذا من به همین مقدار بسنده می کنم. می خوام خدمت شما عرض کنم مبارزه عمر فقط در این مقطع و این نقطه نبوده است. وقتی سیره او رو بررسی بکنید، رفتارهای او، گفتارهای او دلالت تام بر قبول نکردن توحید و نبوت و عصمت حضرت ختمی مرتبت دارد که انشالله باید در جایگاه خودش مورد بحث قرار بگیره. اما بهانه طرح حسبنا کتاب الله چی بود؟ عمر مریضی پیامبر خدا رو بهانه کرد و مدعی شد قرآن کافی است. با مطالعه داستان حسبنا کتاب الله متوجه خواهیم شد که گویا شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد بعضی از کسانی که ادعا میکنند صحابه پیغمبر خدا بودند بسیار پایین تر از خلفاست، یعنی حق و حقوقی که برای سه خلیفه اول خودشون قائلن برای حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه قائل نیستند. مثل اینکه به اون بزرگوار نسبت هذیان میدهند و میگن وصیت اون بزرگوار در حال هذیان گویی بوده است و مورد قبول نیست. اگر نستجیر بالله و به فرض محال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال اقماع به دنبال تعیین جانشین برای خودشون بوده باشن، مگر ابوبکر در حال اقما عمر رو انتخاب نکرد؟ چرا چنین تهمتی رو به ابوبکر نمیزنن؟ نیم نگاهی به داستان انتخاب عمر توسط ابوبکر بیاندازید. ابوبکر در حال اقما بود، بیهوش میشد و به هوش میآمد، عثمان رو طلبید تا وصیت نامه‌ای برای او تنظیم بکنه. ابوبکر در حال اغما بود که عثمان نام عمر رو به عنوان خلیفه و جانشین ابوبکر نوشت و ابوبکر به صورت نیمه هوشیار سوال کرد چیکو کردی؟ عثمان گفت نوشتم عمر. ابوبکر گفت خوب نوشتی، نباید امت رو بی رهبر رها کرد. فقط 2 سال از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود که تاریخ تکرار شد، با این فرق که این بار واقعا بیهوشی و اغما و هذیان‌گویی وجود داشت و در مورد رسول خدا چنین نبود، چون خداوند سبحان در وصف اون بزرگوار می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اگر هذیان‌گویی و نسنجید سخن گفتن بده، برای ابوبکر هم بده و انتخاب عمر باطله، و اگر خوبه چرا برای پیامبر خدا خوب نباشه؟ قربان شوم خدا را، یک بام و 2 هوا را. ضمناً یک آفرین دیگر باید به بکریه و عمریه گفت که خلیفه اونها بیش از خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فکر امت است، نگرانه که بره و امت بی رهبر بمانند، ولی رسول خدا به اندازه او درایت و دوراندیشی نداشتند. مگه ممکنه رسول خدا امت رو بدون رهبر رها کرده باشند؟ خدایی که یک سازمان بین المللی وسیع تا انقراض عالم پایدار فرموده
و نام اون رو اسلام نهاده است، این اسلام رو بدون رهبر رها کنه، بدون پیشوا، بدون جانشین برای پیغمبر، این از محالات و از حکمت متعالیه به دوره.